توی جلسات قبل با مشتق توابع مثلثاتی آشنا شدیم توی این جلسه میخوایم بریم سراغ مشتق توابع هایپربولیک احتمالا برای اولین بار هستش که شما توابع هایپربولیک رو میخواید مشتقشون رو حساب بکنید اگر با توابع هایپربولیک آشنایی ندارید حتما برگردید فصل یک انتهای فصل یک آشنایی با اون توابع هایپربولیک و معرفی و فرمول هاشون رو خدمتتون ارائه کردیم حتما اون رو ببینید که یه آشنایی مختصر پیدا کنید بریم روی تصویر دوستان ببینید کا سینوس هایپربولیک آی شما وقتی بخواید مشتقش رو بگیرید خیلی شبیه سینوس هستش کار رو که می نویسیم مشتق آ ایکس میشه آ مشتق سینوس هایپر میشه کوسینوس هایپر آ هر تابعی جلوش بود همونو رو حالا اگر توان n داشته باشه باز همون 5 تا استپی که داشتیم 5 تا قدم کار رو می‌نویسیم n میاد پشت مشتق زاویه یعنی u میشه u پریم تا به توان یکی کمتر سینوس هایپر به توان n منها یک مشتق سینوس هایپر میشه کسینوس هایپر u یه دونه u هم اینجا داریم و اگر کسینوس هایپر باشه مشتقش میشه کارو رو می نویسیم مشتق ax میشه a و کسینوس هایپر میشه سینوس هایپر بچه ها چه فرقی این اینجا رو خیلی دقت کنید این یه فرقی با مثلثات کوسینوس رو عادی میکنه بهش فکر بکنید من الان میگم فرقش رو منفیه رو نداره چرا ما توی مثلثات میگیم کوسینوس مشتقش میشه منهای سینوس ایکس ولی کوسینوس هایپر ایکس مشتقش نمیشه منها ها میشه مثبت سینوس هایپر ایکس فقط دقت کنید که این مثبت منفی ها رو اشتباه نزدید توی مثلثات عادی مشتق کو کوسینوس منهای سینوسه ولی کوسینوس هایپر مثبته پس این منهای رو دیگه نداریم توی هایپربولیک و توان انش هم که باز همون پنج تا استپ رو داریم بریم مشتق بگیریم بچه ها کای ما ان ما و یو ما 5 تا استپ داشتیم کار رو می نویسیم ان میاد پشت مشتق یو ببینید یو پریم قدم سوم مشتق چهار که میشه صفر رادیکال x بچه رادیکال x اینجا توان شند یک اینجا فرج دو میتونید بنویسیدش x به توان یک دوم مشتقش چی میشه؟ یک دوم میاد پشت تابع به توان یکی کمتر اگر هم کسی حفظه که شما اینو ساده بکنید یعنی یک دومه رو بیارید پایین x به توان یک دوم میشه یک به رادیکال x این شکلی میشه نوشتش این شد قدم سوم یو شما تابه به توان یکی کمتر سینوس به توان چاره میشه سینوس به توان سه هایپربولیک چاره به اضافه رادیکال x. بچه نگاه کنید یو هر چیزی هست می نویسیمش در سینوس هایپربولیک مشتقش میشه کسینوس هایپربولیک این شکلی شد مشتق این تابه ها. خب کوسینوس هایپر کوتانجانت ایکس بچه ها اینو باز ببینید از دو تا فرمول میشه رفت هم از این میشه رفت هم از این من به عنوان تمرین از هر دو تا میرم میخوام بهتون نشون بدم فرقی اینا با هم نمی کنن. ولی برای اینکه به کسی میخواد حفظ کنه اگر این پایینی رو حفظ بکنه اون بالایی رو هم دل خودش جا میده خب بچه ها این شکلی این یو ماست مشتق ما میشه چی؟ کوسینوس هایپر یو مشتقش میشه یو پریم سینوس هایپر یو. به همین سادگی خب یو ما مشتقش میشه یو پریم کوتانجانت بچه ها مشتقش چی میشد منهای یک به اضافه کوتانجانت به توان دو ایکس زب داره سینوس هایپر یو سینوس هایپر یو که هستش ایکس. این شد مشتقش حالا یه نفر میخواد یه جور دیگه بره با اون فرمول دومی بچه ها پشتش یک توان چند یک یعنی اینمون یک خب اگه بخوایم با فرمول دومیه بریم ایگرگ پریممون همون میشه کا زب n، ان زب پریم که میشه منهای یک به اضافه کوتانجانت به توان دو ایکس اینو بزنیم توی پرانتز قاطی نشه کوسینوس هایپر بچه ها مشتقش در واقع توان... یه دونه توانش رو باید کم کنیم دیگه توان یکه یه دونه توانش کم بشه میشه توان صفر خب هر چیزی به توان صفر میشه یک یه قدم دیگه مونده مشتق کسینوس هایپر میشه سینوس هایپر یو خب اینو بیاد با اولی مقایسه کنید این که یکه اینا هم که یکن اصلا تأثیری ندارن یه این عبارت داریم که همینه و یه دونه این عبارت رو داریم که همین هستش پس ببینید فرقی نمیکنه. هر وقت شک کردید خودتون از روش های مختلف حل کنید تایید کنید که دو تا پاسختون یکسان هستش خب توی این جلسه ما مشتق توابع هایپربولیک رو با هم دیگه یاد گرفتیم توی جلسه بعد میریم سراغ مشتق توابع نمایی